آدومنوس معاون وزیر خارجه لیتوانی. آقای رئیس، لیتوانی کاملا با بیانیه های اتحادیه اروپا همسو هست و من هم میخوام که به عنوان معاون وزیر خارجه کشورم بگم که نمیتونیم تحمل کنیم نقض حقوق بشر رو در ایران به ویژه علیه زنان و کودکان. به همین دلیل لیتوانی از برگزاری این جلسه استقبال میکنه و خواستار پاسخگویی هست و برای پیشگیری از خشونت‌های بیشتر. استفاده از مجازات اعدام و استفاده از قوه قهریه نامتناسب از جانب مقام‌های ایرانی برای سرکوب معترضان غیر قابل قبوله و محکومه. ما همچنین نقش ایران رو در جنگ متعرضانه و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین محکوم میکنیم. از همه مقام های ایرانی میخواییم که به تعهدات بین المللی کشورشون پایبند بمونن و از خشونت در داخل کشور خودشون و فراتر از مرزهای خودشون پیشگیری کنن و به اصولی که در توافق بین‌المللی مدنی و سیاسی ذکر شده که خود ایران یک امضا کننده اون هست پایبند باشند. مردم ایران حق آزادی بیان و عقیده دارند، حق اجتماع صلح‌آمیز دارند بدون ترس از سرکوب و انتقام حکومت خودشون. بنابراین باید که به این حقوق بدون هر گونه تهدید و آزاری پایبند بود. لیتوانی در کنار جامعه کشورهای جهانی همچنان میخواد که مردم ایران بتونن که آزادی‌های بنیادی خودشون رو چه آنلاین چه آفلاین داشته باشن و مقام‌های جمهوری اسلامی باید به نقض حقوق بشر پایان بدن. مسئولیت برای عاملان این موارد نقض حقوق بشر باید به پایان برسه. متشکرم.